تماشاگران یک بازی فوتبال میان دو تیم معروف کشور پس از پایان بازی و در حالی که روی سکو نشستند یا ورزشگاه را ترک می‌کنند شعار سیاسی سر می‌دهند. این اتفاق شاید برای مردم بسیاری از کشورها تعجب برانگیز باشد، اما در ماه‌های گذشته بارها و بارها در ایران اتفاق افتاده است. مردمی که 40 سال پس از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی حتی اگر به هواداری آتشین از تیم محبوبشان در ورزشگاه حاضر شده باشند، اما در اوج هیجان فوتبال ایجاد تغییر در ساختار سیاسی و رساندن پیام به زمامداران را فراموش نمی کنند. عصر پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه پس از پایان بازی فوتبال تیم‌های استقلال، تاج و سپیدرود، بخشی از تماشاگران هنگام خروج از ورزشگاه شعار رضا شاه روحت شاد و چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم سر داده و فریاد زدند ای شاه ایران برگرد به ایران. اما این نخستین بار نیست که شعارهای ساختارشکن و ضد نظام در ورزشگاه‌ها توسط هواداران تیم‌های فوتبال خبرساز می‌شود. یک هفته پیشتر نیز تماشاگران مسابقه میان تیم‌های پرسپولیس و ماشین‌سازی تبریز پس از پایان بازی و هنگام خروج از ورزشگاه شعار رضا شاه روحت شاد سر دادند. سر دادن چنین شعارهایی پس از اعتراضات سراسری دی ماه 96 مورد توجه دوستداران و تماشاگران فوتبال نیز قرار گرفت و از ابتدای سال 98 تا کنون نیز چندین بار تکرار شده است. در شرایطی که جو ورزشگاه و جمع شدن هزاران هوادار دو تیم فوتبال به خودی خود هیجان و انرژی ویژه‌ای ایجاد می‌کند که مورد علاقه مقامات جمهوری اسلامی نیست، سر دادن شعارهای سیاسی تند و تیز که پایه‌های نظام را هدف قرار می‌دهند قطعاً بیشتر برای آنها تحمل ناپذیر است. شاید به همین دلیل است که پیشتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اظهاراتی عجیب تهدید کرده بود در صورت ناتوانی نیروهای انتظامی و امنیتی در کنترل اوضاع برخی مسابقات بدون تماشاگر برگزار شود. سر دادن شعارهای سیاسی در مسابقات اخیر فوتبال نیز موجب شد علیرضا ابراهیمی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خواستار مشخص شدن هویت لیدرها و کنترل بیشتر فضای ورزشگاه‌ها شود. حضور مردم در خیابان‌های چند شهر ایران پس از بازی فینال مسابقات کشوری یا لیگ برتر در شامگاه پنجشنبه 28 اردیبهشت و سر دادن شعارهایی چون مرگ بر دیکتاتور از سوی کسانی که برای ابراز شادی از قهرمانی تیم پرسپولیس به خیابان آمده بودند نشان می‌دهد که هراس حکومت از شعارهای سیاسی تماشاگران چندان بیجا نیست. در روزهای گذشته ابراز نارضایتی و دادن پیام به حکومت جلوه‌های دیگری نیز داشت. هزاران دانش آموز در پاسخ به چالش ساسیمانکن، خواننده ایرانی خارج از کشور، برای ترانه جنتلمن در روز معلم به طور گروهی و همراه با آموزگاران و مسئولان مدرسه این ترانه را همخوانی کرد و همراه با شادی و پایکوبی با آن رقصیدند. پخش ویدیوهای مربوط به رقص و شادی دانش آموزان در مدارس شهرهای مختلف ایران چنان تیر زهرآگینی به قلب محتضر نظام اسلامی فرو رفت. پایکوبی و قر دادن کودکان پرورش یافته در جمهوری اسلامی پس از 40 سال بمباران تبلیغاتی عقیدتی و مکتبی، آن هم در روزی به مناسبت قتل مرتضی مطهری، یکی از نظریه پردازان نظام، مقامات جمهوری اسلامی را دچار چنان خفتی کرد که نتوانستند به سادگی از آن بگذرند و واکنش‌های بسیار تندی به آن نشان دادند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که هزاران دانش آموز در روز کشتن پدرش با شادی قر داده و رقصیدند، حتی خواستار اخراج مدیران این مدارس شد. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش نیز اعلام کرد که سه متخصص حراست و بازرسی این وزارتخانه را مسئول بررسی این موضوع کرده است. رقص دانش آموزان در روز معلم در مدارس و در حضور آموزگارانی که خود نیز عمدتاً در این نظام زندگی رشد کرده و از جمله اصناف معترض به نظام نیز هستند، بدون شک یکی از بزرگترین رسوایی‌های فرهنگی و سیاسی نظام اسلامی را رقم زده است. به جز دانش آموزان و هواداران تیم‌های فوتبال، دانشجویان دانشگاه تهران نیز در هفته گذشته پس از مدت‌ها یک اعتراض جدی را شکل دادند. روز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه، دانشجویان هنر دانشگاه تهران در اعتراض به تشدید سختگیری‌ها توسط حراست دانشگاه و راه افتادن گشت ارشاد دانشجویی در مقابل پردیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تجمع و سپس در آمفی‌تئاتر این دانشکده تحصن کردند. حضور نیروهای حراست و بسیجی و چماق به دستان
حکومت به درگیری شدیدی منجر شد که فیلم‌های آن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. دانشجویان ضمن درگیر شدن با نیروهای سرکوبگر شعارهایی چون دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد، آزادی اندیشه، با ریش و پشم نمیشه، مرگ بر دیکتاتور و ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کنند سر دادند. این اعتراض از سوی دانشجویان را که پس از دی ماه 96 خاموش بودند، می‌توان موج تازه‌ای از اعتراضات و خیزش‌های اجتماعی و صنفی در ایران دانست. دانشجویان همیشه از جمله قشرهایی بودند که نقشی اساسی در اعتراضات سیاسی و مدنی ایفا کرده اند. حضور دانشجویان و فعالیت‌های آنها همواره جریانساز و در بروز برخی تحولات سیاسی و مدنی بسیار مؤثر بوده است. این در حالی است که طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی همه توان خود را به کار بسته تا دانشجویان را نه تنها از مسائل سیاسی کشور به ویژه از اپوزیسیون نظام دور نگه دارد، بلکه تلاش کرده تا بین آنها و دیگر گروه‌های اجتماعی که به اعتراضات صنفی می‌پردازند جدایی بیاندازد. یکی از فعالیت‌های مهم هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرای نظام که برای استمرار جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند همواره این بوده است که به نگاه خاص دانشجویان جهت دهند و آنها را از آرمان‌خواهی و مسئولیت پذیری که جنبش دانشجویی را معتمد و محبوب مردم کرده بود تهی کنند. اکنون معترض شدن دانشجویان و ایستادن آنها بر سر مطالبات صنفی و مدنی خود بیانگر شکست پروژه نظام برای منزوی کردن جنبش دانشجویی و تفرقه در اعتراضات اجتماعی است. از سوی دیگر پس از اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران، اصلاح طلبان به عنوان ماهرترین ماهیگیران از آب گلالود وارد عمل شد و با اظهاراتی انتقادی تلاش کردند آهنربای فریب خود را به سمت دانشجویان بگیرند. حجت نظری عضو شورای شهر تهران در توییتی خواستار عدم برخورد خشونت آمیز با دانشجویان شده و به طور غیر مستقیم از دور شدن دانشجویان از نظام ابراز نگرانی کرده است. تجمعات اعتراضی دانشجویان از هر جریانی نباید به خشونت کشیده شود، باید مطالبات دانشجویان در فضای آرام و با حضور خود دانشگاهیان شنیده شده و پاسخ منطقی به آنها داده شود. با برخوردهای خشن فرزندان ایران را ایران دور نکنیم. جالب اینجاست که این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران پیشتر که آیین‌نامه انضباطی دانشجویان با شرایط سختگیرانه‌تر از پیش اصلاح و ابلاغ شد و بر اساس آن حراست دانشگاه‌ها حتی اجازه یافته‌اند که فعالیت دانشجویان را در شبکه‌های اجتماعی نیز رصد کرده و در مقابل آنچه تخلف می‌دانند اعلام جرم کنند سکوت کرده بود. این سکوت در مقابل سیاست‌های سرکوبگرانه نظام و سپس اظهار نظر عوام فریبانه درباره اعتراضات به این سیاست‌ها یکی از راهکارهای اصلاح طلبان در شرایط سرنوشت ساز کنونی است. یک نمونه دیگر این که پس از اعلام دادستانی اصفهان در مورد ممنوعیت دوچرخه سواری زنان هیچ صدایی از اصلاح طلبان شنیده نشد، ولی وقتی این ممنوعیت مورد اعتراض مردم قرار گرفت، مصطفی تاجزاده در توییتی خطاب به رئیسی نوشت دوچرخه سواری بانوان در قانون منع نشده و خواستار لغو این دستور شد. همه این رویدادهای اعتراضی به اشکال مختلف در هفته گذشته در حالی اتفاق افتاد که اعتراضات دیگر اصناف و گروه‌ها مانند آموزگاران، کارگران مال باختگان و بازنشستگان و رانندگان نیز همچنان ادامه داشته است. بحران‌های ناشی از عملکردهای منفی نظام در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، وضعیت نابسامان معیشت مردم و ناامیدی نسبت به توانایی نظام برای خروج از این شرایط سبب شده تا گروه‌های مختلف جامعه به تدریج به یک ارزیابی و نگاه مشترک نسبت به جمهوری اسلامی برسند. برآیند این روند مشترک خیزشی است که امواج آن از دی ماه 96 به این سو هرگز آرام نگرفته است.